همایش تکریم و تجلیل از بخشداری های شهر مقدس کربلا توسط مؤسسه نیکوکاری مصباح الحسین علیه السلام از مراکز مرتبط با دفتر مرجعیت شیعه آیت الله العظما حاسه صادق حسینی شیرازی دامز الله برگزار شد. این مراسم روز گذشته شنبه برابر با 15 ژانویه 2022 میلادی با هدف گرامی داشته خدمات ارزنده ده ها تن از بخشداران شهر مقدس کربلا و با حضور شخصیت‌های برجسته اجتماعی، فرهنگی، دینی، مذهبی و سیاسی برگزار شد. این مراسم با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز و سپس حجت الاسلام و المسلمین شیخ طالب صالحی مسئول دفتر مرجعیت شیعه در شهر مقدس کربلا دقایقی را به ایراد سخنرانی پرداخت. ایشان در نطق خود درباره اهمیت منشور حمایت از ایتام عراق و تأکید مرجعیت شیعه بر این منشور با تکیه بر آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت لحم السلام در زمینه یاری رسانی به ایتام مطالبی را بیان کرد. پس از حجت الاسلام و المسلمین صالحی، دکتر حسین منگوشی قائم مقام بخشدار شهر مقدس کربلا به نمایندگی از دولت عراق به ایراد سخنرانی پرداخت و به تشکر از دست‌اندرکاران اجرای طرح بزرگ منشور حمایت از ایتام عراق پرداخت و گفت دولت عراق از صمیم قلب این طرح را دوست دارد و در کنار آن می‌ایستد و از آن حمایت می‌کند تا به مراحل پایانی خود برسد و به طور کامل در سراسر عراق اجرا شود. از سوی دیگر ماجد مسعودی رئیس دفتر کمیساریه عالی حقوق بشر عراق در شهر مقدس کربلا دقایقی به سخنرانی پرداخت و به همکاری خود بین مؤسسه نیکوکاری مصباح الحسین علیه السلام با این کمیساری اشاره کرد. در ادامه برنامه هم کلیپی ویدیویی درباره فعالیت‌های این مؤسسه به نمایش گذاشته شد و سپس دقایقی برخی از شاعران سرشناس عراق به خواندن شعر پرداختند و در پایان برنامه بخشداران شهر مقدس کربلا از دست حجت الاسلام و المسلمین شیخ مصطفی محمدی رئیس مؤسسه نیکوکاری مصباح الحسین علیه السلام هدایایی را به رسم یادبود دریافت کردند. لازم به ذکر است بخشداران شهر مقدس کربلا در اجرای طرح منشور حمایت از ایتام عراق همکاری بسیار خوبی با مؤسسه نیکوکاری مصباح الحسین علیه السلام داشتند.